با دایره های زرد نشون دادیم. همونطور که ویژگی های جهانی رو میتونستیم با اینتنسی یا رنگ دیسکرایب کنیم، نشون بدیم، ویژگی های محلی هم شامل سه قسمت هستش: استخراج یا فیچر دیتکشن، توصیف فیچر دیسکریپشن و تطابق یا فیچر میچینگ که یک نمونه اینجا دیده میشه. و ساده‌ترین حالت توصیف هم این هستش که یک هیستوگرام رو در یک پنجره در اطراف نقاط استخراج شده در نظر بگیریم که اینجا مثلا نقاط A1, A2, A3, B1, B2, B3 نقاطی هستن که استخراج شدن، نقاط مهمی هستن، اطرافش یک پنجره رو در نظر گرفته. یک روش ساده هم که هیستوگرام تصویر تو اون پنجره رو در واقع به دست آورده، برای تصویر دوم هم این کار رو کرده. و بعد اگر هیستوگرام ها رو به صورت یک آرایی، یک بودی در نظر بگیریم و مقادیرش رو بین ببین از هم کم کنیم و مجموع این فاصله ها از یک آستانه کمتر باشه، میتونیم بگیم که نقطه A2 و نقطه B2 متناظر هستن. حالا چجوری این مبحث رو توی Object Recognition به کار بریم؟ توی این اسلاید بهش پرداختیم. وقتی شما نقاط رو که ریپیتبل هستن، یعنی اگه در تصویر اول پیداشون کردید، توی تصویر دوم هم پیدا شدن، و یک پچ یا باکسی رو اطراف اون نقاط در نظر بگیرین و یه فیچر وکتوری از اون پنجره استخراج کنین، در واقع این فیچر وکتوری که استخراج میکنین، مثلا توی اسلاید قبل هیستوگرام استخراج کرده بودین، باید مستقل از اعوجاجات هندسی باشه. توی تصویر اسلاید قبل این تصویر چرخیده بود نسبت به تصویر اول، ولی خب هیستوگرام رو که استخراج کردید میتونید اینو نسبت به روتیشن مستقلش کنید و در واقع هیستوگرام ها رو از جایی که پیک میزنه شیفتش بدید و توی جایی که بالاترین پیک رو داره نقطه اول باشه. اینجوری دو تا هیستوگرام نسبت به روتیشن مستقل میشن. نسبت به اسکیل هم میتونید با نرمالایز کردن هیستوگرام ها فیچر وکتورتون رو نسبت به اسکیل نرمالایز کنید. و بعد که فاصله هیستوگرام ها رو حساب کردید، تطابق ویژگی انجام دادید، نقاط متناظر رو مشخص کردید. حالا اینجا هم به همین صورت هستش. مثلا ویژگی لوکال فیچر خیلی معروف که از سیفته و توی آبجکت ریکوگنیشن استفاده میکنه، توی این عکس ها هم استفاده شده. اون فیچر وکتوری که برای نقاط استخراج شده به دست میاد باید مستقل از اعوجاجات هندسی باشه و همچنین اعوجاجات تغییرات روشنایی تا تطابق توصیفگرها انجام بشه. و اگر تعداد تطابق ها، یعنی مثلا این آبجکتی که اینجا داریم، همین آبجکت رو اینجا داریم، اگر تعداد این تطابقهایی که اینجا با خط نقاط متناظر رو نشون دادیم بیشتر باشه، مثلا از یک تعدادی از مثلا 20 باشه، پس میتونیم بگیم که اون آبجکت که دنبالش هستیم توی تصویر هستش. حالا این عکس ها آبجکت سنتر هستن، یعنی عکسایی هستن که توشون یه شی ممکنه سین سنتر باشه و عکسایی باشه که توشون چند تا شی باشه که توی اسلاید بعد بهش خواهیم پرداخت. بعد نکته‌ای که اینجا داره اینه که لوکال فیچر، می‌بینید که اینجا مثلا 5 لوکال فیچر استخراج شده، اینجا 3 تا لوکال فیچری هستش که برای حالا اینکه برای اینکه راحت‌تر بتونید درکش کنید تعداد لوکال فیچری که استخراج شده کمه، فقط برای اینکه درک کنید که اینها متناظر هستن. خب این شی که اینجا هست، شی که اینجا هست، ببینید که چقدر ویو هاشون متفاوته، ولی با لوکال فیچر شما تونستید تطابق هایی رو پیدا کنید. حالا اگه تعداد این تطابق ها از یه حدی بیشتر بشه، میتونید بگید که همچین آبجکتی توی این تصویر وجود داره و این نشون میده که چقدر لوکال فیچر مشکلات مربوط به گلوبال فیچر رو که یکیشون مثلا ویو بود یا اکولوژن بود، موانع یا مشکلات دیگرش رو راحت میتونه حل کنه. مثلا اینجا میخواد ببینه که کتونی در این تصویر پایینی هست یا نه. کافیه که محتوای کتونی رو با ویژگی‌های محلی ریپرزنت کنه. برای تصویر هم ویژگی‌های محلی استخراج میشه. البته این کار به صورت مستقل، یعنی در همه تصاویر، در تصاویری که داریم، به صورت مستقل فیچر وکتورها رو از ویژگی‌های محلیمون استخراج میکنیم. بعد که تطابق رو انجام دادیم، تعداد تطابق‌ها نشون میده که اون آبجکت در تصویر وجود داره یا نه، که اینجا مثال نشون میده که مثلا دنبال همچین کتابی میگرده، یه سری ویژگی محلی برای این استخراج کرده، اینجا هم استخراج کرده. اون ویژگی‌هایی که محلی که از تصویری که توش چند تا آبجکت هستش رو با ویژگی‌های محلی که از این استخراج کرده مچ شده، اینجا فقط نشون داده. حالا برای این کتاب رو نشون ندادیم، فقط روی خود تصویر اصلی نشون دادیم.
من حالا cháu trên bếp lò này các bạn. Cháo lên bếp lò này các bạn nhé.